سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. مسعود صادقلو متولد 18 فروردین 1365 در تهران، خواننده سبک پاپ است. او اولین بار با فیت دادن شروع به قدم در راه موسیقی زیرزمینی گذاشت. همکاریش با رضا شیری و سپس مسعود جهانی کارهاش رو حرفه‌ای منتشر کرد و خیلی زود دیده شد. علاقه مسعود به موسیقی از دوران کودکی آغاز شد. او به صورت جدی موسیقی رو از نوجوانی با شدت بیشتری پیگیری کرد. سپس با حضور در کلاس‌های آواز کلاسیک محمد رضا صادقی خط مشی مشخصی رو به فعالیت خودش از سال 95 داد. اولین بار صدایش با آهنگ هوسباز شنیده شد. سپس با قطعه‌های آخر شب، دیوونه بازی، زیر بارونا برقص و نیمه گم شده به شهرت رسید. لحن و اجرای خاص او در سبک پاپ او را شاخص و موفق کرد. این آقای خواننده در دوران نوجوانی و جوانی ورزشکار حرفه‌ای بود. او نزدیک 8 سال در کشتی فعالیت جدی داشت، اما با ادامه فعالیت در موسیقی این رشته رو کنار گذاشت. مسعود صادقلو آهنگ هیچ رو به صورت فیت با الیاس یاچینتاش خواننده ترکیه‌ای منتشر کرد، اما متاسفانه این آهنگ نتونست موفق بشه و زیاد شنیده نشد. این آهنگ به قدری ضعیف بود که الیاس آهنگ رو در شبکه‌های اجتماعیش نظیر اینستاگرام معرفی نکرد. مسعود صادقلو هنوز ازدواج نکرده و مجرد هست. انتشار عکس‌های از او با هواداران شایعه دوست دختری او را منتشر کرد که این خبر کذب است. داریوش مهرجویی با خبری اعلام کرد که با مسعود صادقلو به توافق رسیده تا خواننده تیتراژ فیلم سنتوری 2 باشد. او پیشتر مشکلاتی با محسن چاوشی داشت و خواننده تیتراژ سنتوری 1 چاوشی بود که با مهرجویی قطع همکاری کرده و گفته برای ایشان نمی‌خواند و همکاری در این فیلم نخواهد داشت. او همچنین عکسی با محمد رضا شریفی‌نیا منتشر کرده که حکایت از همکاری او با این فیلم دارد. او تیتراژ فیلم خفگی را هم با بازی الناز شاکردوست خوانده و این دومین تیتراژ فیلمی است که قرار است بخواند. مدت‌ها پیش هم در بخش خبری 23 در یکی از بخش‌های چالشی خبر 23 درباره دادن مجوز به خوانندگان از وزارت ارشاد، این مجری به یک خواننده پاپ اهانت کرد و او را خواننده مبتذل خواند و مورد انتقاد قرار داد. این مجری زن گفته که خواننده با نام میمساد اجراهای مبتذلی در داخل و بیرون از کشور برگزار کرده و نظارتی هم در برگزاری این کنسرت‌ها و دادن مجوزها نیست. در پاسخ به این حمله هم مسعود صادقلو جوابی به صورت کامنت در پیج خودش به این مجری سیما داد. مسعود صادقلو در مصاحبه‌ای گفته من آدم تنبلی هستم و برخی از کارها رو نمیتونم به تنهایی انجام بدم. برای همین از دوستای نزدیکم کمک میگیرم. با تیم حرفه‌ای همکاری میکنم که مسعود جهانی، رضا شیری و مهدی آذر اعضای این همکارانم هم هستن. من از نظر مالی و خانوادگی هیچ مشکلی ندارم. برای اینکه خواستم استقلال مالی داشته باشم، گاهی دچار یک دست مشکلات مالی میشم. برای مثال برای تهیه یک ویدیو کلیپ کم کم باید 40 میلیون خرج کنم. غالبا دوست دارم فعالیتم مجاز باشه. بعدم نمیاد راحت بشم، ولی به درد من نمیخوره. من در حال حاضر ممنوع الفعالیت هستم و به این دلیل میگم به درد من نمیخوره که میتونم الان پول در بیارم. و اگر برای 3 سال منتظر جواز باشم، دیگه از اون دوران هیت دور میشم. کما اینکه بعد از مجاز بودن باید از برخی همکاری ها من بشیم. هر جایی نتونیم بریم و شعر و ملودی به هر کسی نتونیم بفروشیم که من دوست ندارم. در حالی که مسعود صادقلو مجوز فعالیت در ایران رو نداره، اما به عنوان خواننده مهمان در ویژه برنامه نوروزی سال 98 در شبکه 5 مهمان حمید گودرزی و هیراد حاتمی بود و قطعه کوتاهی را هم خواند. او قبل از شروع موسیقی مغازه چلو کبابی داشت، ولی بعد از ورود به عرصه موسیقی کافی شاپ زد و در حال حاضر منبع اصلی درآمدش هست. او گفته در تلاش هست که شعبه دوم رو در ولنجک افتتاح کند. او در مصاحبه‌ای گفته پرسپولیسی نیستم، ولی دوستای نزدیکم پرسپولیسی هستند. به خاطر اینکه یک بار برای مهدی طارمی که رفیقم هست تبریک تولد گفتم، فکر می‌کنن طرفدار این تیمم، ولی فوتبالی نیستم و علاقه به این ورزش ندارم.
علی دایی، مرحوم مهرداد میناوند و علی انصاریان، علی کریمی و محسن مسلمان از جمله دوستان بسیار خوب و نزدیک او هستند. او در مصاحبه‌ای گفته که دندانهاش رو به خاطر زیبایی لبخند لامینت کرده و احساس خوبی هم داره. او همچنین گفت که 10 سال پیش بینیش رو عمل کرده ولی حالا پشیمان هست. از تک آهنگ‌های معروف او میشه به برگرد دوباره، مگه جنگه، خفگی، روح در آتش، نزدیکی به من، رفت، هوس باز، زیر بارونا برقص، نیمه گم شده، آخر شب، دستای مریض، یار قدیمی، دیوونه بازی، با تو این دل عاشق شدم، یادگاری، چرا با هم سردی، به هم میایم وقتی نزدیکی به من، راز چشمات و پریشب اشاره کرد. در ادامه نظر شما رو به دیدن عکس‌های این خواننده خوب جلب می‌کنم. از تا پایین این ویدیو همراه ما باشید. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه تا دیداری بعد بدرود.